سلام، از رنگ باختن مذاکرات دوحه تا سفر عبدالله به کشورهای منطقه، رئیس شورای مصالح ملی و منظور جلب حمایت و اجماع منطقه‌ای دیروز به کشور ازبکستان سفر کرد. این در حالی است که رئیس جمهور غنی دیروز در کنفرانس همکاری های شانگهای خواستار مبارزه جدی کشورهای منطقه در باب تروریسم در افغانستان شد. آیا گره صلح افغانستان در منطقه کور شده است؟ با این همه، با بلا تکلیفی مذاکرات دوحه قطر، طالبان از حکومت جدید آمریکا خواستار ادامه مذاکرات دوحه شده است، در حالی که معاون دوم رئیس جمهور اشاره تلویحی بر لغو مذاکرات دوحه قطر داشت. در این برنامه بسخوی سال به این مهم خواهیم پرداخت، این که چقدر احتمال بسته شدن باب مذاکرات دوحه قطر مقدور است و سفرهای منطقه‌ای آقای عبدالله چقدر تا اینجای کار نوشدارو برای پروسه صلح افغانستان بوده. وقت شما بخیر، من منصور قریشی هستم، میزبان این برنامه و این موضوعات را در جریه بحث میگذارم با مهمانانم در برنامه. هر یک جناب آقای پرویز عربزاده، عضو مجلس نمایندگان، آقای علی احمد احمدی، معاون پیشین والی غزنی، همچنان آقای عنایت الله حفیظ، آگاه مسائل سیاسی. مهمانان بسیار زیاد به برنامه خوش آمدید. آقای حفیظ، بحث را با شما آغاز میکنم. دیروز آقای عبدالله به تاشکند سفر کرد. ارزیابی شما از این سفر چیست و چقدر میتونه گره کور صلح در منطقه را حداقل باز کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز، مهمان های حاضر در برنامه. خب، سفرهای جناب آقای عبدالله و امثال وزیر خارجه و سفرهای رئیس جمهور و سایر مقامات افغانستان که جهتی آوردن صلح باشه، به خاطر که جنگ افغانستان بعد منطقوی و بعد بین‌المللی داره، از یک نگاه مفید است. اما ای که کشورهای همسایه ما مانند ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، اینا چقدر در جنگ افغانستان نقش داره و چقدر در صلح افغانستان نقش داره، این خب فهمیده میشه که اونا در جنگ زیاد نقش نداره و بنابراین در صلح هم همسایه های شمالی ما به او اندازه نقش نداره. بنابراین باز هم سفرهای آقای عبدالله را ما مثبت ارزیابی میکنیم و از تلاش هایی که رهبری حکومت افغانستان میکنه و مخصوصا جناب آقای عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه، خب ستودنی هست، اما تأثیری چندانی شاید نداشته. بسیار خوب. آقای احمدی، در باب سفرهای منطقی حداقل آقای عبدالله دو روایت بیشتر مد نظر است. اینکه بعضی ها به این باور هستند که سفرها سیاسی است، برخی های دیگر عنوان میکنند که سفرهای سیاحتی. آقای حفیظ به این باور است که بیشتر به سود صلح افغانستان حداقل تمام نمیشه، شما چه نظر دارید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمانان حاضر در برنامه، بینندگان نهایت محترم. ببینید، معمای جنگ و صلح در افغانستان فوق العاده به مرحله مغلقیت رسیده، به گونه ای که فعلا همون کسایی که گردانندگان اصلی قضیه بودند، که عبارت از ترام، خلیلزاد، قطر و قسمان پاکستان بود، عملا دیدیم که از این دیگ چیزی که قابل انتظار مردم افغانستان بود چیزی نبرآمد و حالا اکثریت به این باور رسیده که این میدان یا این معما یا این سناریوی صلح که جناب خلیلزاد مدیریت میکرد در واقع یک سناریوی بود صرفا به خاطر تامین منافع آمریکا، شخص خلیلزاد و مهمتر از همه مشروعیت دادن به طالبان. حالا بعد از دو ماه سه ماه که از این کار گذشته، ما عملا بیدیم که جز تشدید خشونت، برتری طالبا و تمامیت خواهی طالبا چیزی تصور نداره. اما حالا برمیگردیم که اینالا معما و مشکل به این عظمت را آیا میشود با چند سفر منطقه‌ای حل کرد؟ طبیعتا این را همگان میفهمند. این جز خاک پاشیدن به چشم مردم نتیجه نداره. چنانچه قبل برای هم ما دیدیم که جناب دکتر صاحب عبدالله با وصف که احترام ما داریم که ایشان به عنوان یک رئیس سمبولیک تلاش خود میکنه، ولی چون از توانش بیرون است،
ایشان سفری داشتن به هند، ایران، کشورهای منطقه. و حالا که ما میفهمیم کلید جنگ اصول افغانستان فراتر از این جاهایی است که ایشان آدرس کمایی میکنه و مهمتر از همه در این بازی، در این سناریو دولت افغانستان عملا یک بازنده است. برد برد در این میدان عملا به نفع طالبا بوده و این که تحرکات دولت 5000 زندانی طالب رها کرد، کل میدان های جنگ به نفع طالبا واگذار کرد و ای که ده ها و صد ها عملات انتحاری روزمره در متن پایتخت انجام میگیره، اینها جز ای که برتری طالبان در این میدان نشان بده، دولت افغانستان صرف به خاطر یک واکنشی که در برابر مردم یک دستاور داشته باشه، چی جناب رئیس جمهور، چی جناب دکتر صاحب عبدالله، چی معاونینشان، حالا این حرکات همو تعبیر خود شماست که نوشداری بعد از مرگ سهراب است. اون زمان که طالبان میخواستن از مجبوریت های آمریکا به نفع خود استفاده و کمایی لازم رو بکنن، دولت مردای ما عملا در یک میدان فریب رفتن تسلیم جناب خلیلزاد شدن. ما همون زمان هم از پشت میدیا مطبوعات گفتیم که از یک دولتی به نام دولت افغانستان فریب خوردن در چنین میدانی و اون هم با این چنین دعایه های بسیار گمر بعید است. ولی متاسفانه حالا دولت افغانستان حرکت هایی که میکنه اون تعبیر خود شماست که نوشداری بعد از مرگ سهراب است، هیچ نتیجه ای نداره جز اینکه ایشان به عنوان سفرهای تفننی تجملاتی بشه برای ایشان برای عکس های یادگاری و عکس های فیسبوکی موثر باشه. بیشتر از این چیزی نمیبینیم. آقای عربزاده، به تعبیر آقای احمدی، آقای عبدالله رئیس شورای مصالحه بان رئیس سمبولیک، آیا کلید حل معمای جنگ افغانستان را میشه در کشورهای منطقه جست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، یک نعبد یک نستعین، سلام به شما مهمان ها و به تمام ملت افغانستان. ببینین، ما بارها گفتیم که سفرهایی که مثلا دکتر صاحب عبدالله آغاز کرد و پاکستان و هندوستان و کجا کجایی و رهبرهای سیاسی ما سفرهایی کرده، ببینی اصلی مشکل باید که ما سر اصل مشکل بیاییم که اصل مشکل بین خودی افغان هاست. در 40 سال میشه که ما زمینه را به خارجی یا به همسایه ما خود ما همین زمینه را مهیا ساختیم که و آزادانه بیا اینجا مداخله بکنه. ببینیم، ما تقریبا 7 ماه 6 ماه 7 ماه میشه که توافق، وقتی که طالبا و امریکایی ها توافق کرد، باید 10 روز بعدش گفت که باید در زمینی بین افغانی حجاج شد و خود افغان ها بیشنه و مشکل خوشخانه خودشان حل بکنن. ما ببینیم که در 7 ماه میگذرم و در 7 ماه بیشتر از 5500 تلفات داره، کلش افغان است. اگر در جنگ، در انتحاری، در انفجاری، در هر حالتی که شهید میشه افغان است. و ما باید چطور میتونیم که ما امی بمبست 41 و 42 سال میشه که امی بمبست ختم بکنیم. ببینین، اینجا هر دو طرفه که میبینی خودخواهی داره، نفع شخصی داره و بقای قدرت خود میخواه. اگر نی و به این قربانی عیار شود که ما به خاطر ملت و وطن، ما از هر چوکی خودم تیرستیم، از قدرت خودم تیرستیم، از نفع شخصی شنم تیرستیم. ببینیم، یارا ملت رای دادن، یک کمی از زیاد رای دادن و امی ملت یارا میگه که در افغانستان باید صلح بیه و یا همیشه ما شما میبینیم با وجودی که فعلا امونجا در حیات مذاکره کننده دو طرف ششته، شما عمل کرد داره دو طرف ببینین. بسیار. یه طرف چی کارایی میکنه، چی ادبیات استعمال میکنه و هو طرف ببینین. بله. اگر ببینین قریشی صاحب، قریشی صاحب، ما یک چیزی رو بر شما میخوایم که امیر برتان بگوییم که همین دو حادثه در آخری که در کابل رخ داده، یکی کورس کوثر و دیگر پانتونی کابل، شما ببینی امی حادثه را هر طرف رد میکنه. اگر طالب است، اگر داعش است، اگر هو، هر طرف رد میکنه. و اینجا جای شک به مردم ما شک پیدا شده. اگر شما موافق باشین در این باب اظهار نظرهای آقای صالح همچنان است، در صحبت های آتی بپردازیم. در نهایت شما به این باور هستین که کلید حل معمای افغانستان در داخل افغانستان است، نه در کشورهای منطقه. سپاسگزار. رفت برگشت کوتاه.
باز هم خوش آمدین. آقای حفیظ، در صحبت های آقای عربزاده ضمناً به موضوع پرداخته شد، میخوایم با شما ایر بازتر بسازم. آقای سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، در باب مذاکرات دوحه قطر گفته که در قبال توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان من حیثیت حکومت نه امضا کردن، نه طرف هستن و نه تایید میکنن. در صورت در حدود بیش از 6000 زندانی گروه طالبان از زندانهای افغانستان رها میشه، بحث مذاکرات میان افغانان در دوحه قطر به بنبست برخورده، یک چنین اظهار نظرها واقعا چرا میخوای به اثبات برسانه؟ خب متاسفانه که طالبان یک گروه جاهل و خیانتکار و جنایتکار است. ما مردم افغانستان با یک بسیار تشنه صلح است، 40 سال جنگ را دیده و مخصوصا در چند سال اخیر از جنگ های گوریلایی و وحشیانه و حملاتی بسیار بزدلانه از طالبان خسته شده بود و ایالات متحده آمریکا و بعضی کشورهای دیگه و سیاسیون افغانستان تلاش کردند که صلح بیاید و زمینه طوری فراهم شد که طالبان با امریکایی ها نشست کرد و با زنا یک توافق نامه امضا کرد و در او توافق نامه خواسته شده بود که دولت افغانستان زندانی هایی که بسیار خطرناک بود، مخصوصا 500 چند نفر از زنا جنایتکارای بین المللی بود. پس در صورت حلقه مفقوده در امضای این توافق نامه بود، مفاد این توافق نامه را عملی ساخت. خب اینا خواستی ایالات متحده آمریکایی که یکی از دونرای افغانستان است و حامیانی و حامی بزرگ افغانستان در قسمت مبارزه علیه تروریسم است و همچنان لوی جرگه هم که دایر شد، یک مشورتی که در قسمت هم 500 چند نفر شد، اینا هم نظر دادن که اینا رها شود. اما بعد از او که بجای از یک طالب ها ای گام مثبت دولت افغانستان را و گام مثبت مردم افغانستان را اینا به دیده قدر ببینه و حملات خود را کم بکنه، نه تنها که کم نکردن، حملات خود را بیشتر ساخت. اما آقای من شخصا نظر ما سخنگوی دولت نیستم، شخصا نظر ما قبل از این بوده و حالم بوده که طالب ها اینا کسایی هست که دشمنای مردم افغانستان. اگر طالب ها دنبال حکومت می بود، دنبال نظام می بود، دنبال قدرت سیاسی می بود، با مردم افغانستان مشکل نداشت. طفل میره در مکتب میکشه، نمازگزار در مسجد میکشه، محصل در پانتون میکشه، مسافر در مسیر راه موترشه بم گذاری میکنه. ای به این معنی هست که اینا دشمنی مردم افغانستان. بله. آقای فزمان... وقتی دشمنی مردم افغانستان باشه دیگه با از اینا مدارا کردن درست نیست. بله. از دولت افغانستان هم میخواهیم که نه تنها که شیوه مذاکرات تغییر بده، رویش دولت افغانستان با طالبها تغییر بکنه. سئیس آقای خلیلزاد بازیهای خود را کرد. در سال گذشته که دولت افغانستان، مردم افغانستان متوجه انتخابات بود، آقای دکتر اشرف غنی و دکتر عبدالله و بعضی سیاسیون در انتخابات ریاست جمهوری اشتراک داشتند. یک تعداد خائنین رفتن طالبها را از قعر چا بردن به مسکو. اینا کی هستند؟ امی خواهین این که طالب ها را کشاندن به مسکو. کیا هستن؟ خب آجد از این نیست که من نام کل از اینا را بگیرم، اگه نام یکش بگیرم دیگه چه باز دیگه نشه. یعنی پس کسایی که در نشست مذاکرات میان افغانان مسکو، نشست بین الافغانی مسکو شرکت کردن، اینا به باور شما خائنین هستن؟ اینا یک گروه تروریستی ده، یک گروهی که دشمن مردم افغانستان است، گروهی که از مواد مخدر تغذیه میکنه، گروهی که از استخبارات بیگانه تغذیه میکنه، گروهی که از دشمنای مردم افغانستان دستور میگیره، اینا را یک تعداد سیاسیون افغانستان رفتن در مسکو با اینا نشستن، اینا را من حیث یک دولت شناخت و اینها را بها دادن و بعد از او در قطر و در اینجا تا ای که طالبا را به جای رسندن که اینا امروز ادعای امارت میکنن. و شما به این باور رهایی این زندانیان میتونه یک خبط سیاسی باشه از طرف رهبری حکومت افغانستان؟ خب اینا به خاطر که مردم افغانستان خسته شده بود از جنگ، فضای عمومی طوری بود که امی گام مثبت به سوی صلح برداشته. پس پروژه تحمیق حکومت در پیش خب و بالاخره به انجام رسید. ما گفته نمیدانیم تحمیق یا غیر تحمیق. ای است که اگر اینا رها نمیشد، بهانه به دست طالبان
و به دست مخالفین دولت و به دست کسایی که دنبال براندازی نظام است. اینها نه تنها این خائنین داخلی و جمع طالبا، جمع دشمنای افغانستان، اینا نظام جمهوری اسلامی افغانستان که در سال 2001 ساخته شده، به خون هزاران انسان آبیاری شده، میلیاردها دلاری امریکا و اروپا و ژاپن و چین و هند و اینجا سرازیر شده تا این نظام، تا این ساختار به وجود بیاید. بسیار خوب. بنابراین یک تعداد کسا هست، یک تعداد کسا هست که یا بخواهی توسط طالبای نظام از بین ببره، یا توسط حکومت موقت از بین ببره، یا به یک بهانه دیگه. بسیار خوب. اینا دشمنای افغانستان است. اگر چی سلاد دست خود داره، چی امروز رفته حزب سیاسی جور کرده، چی دفتر داره، چی از کلانی و گذرگی خود است. بسیار سپاسگزار. آقای احمدی، آقای سرور دانش حالا میگه که ما اصلا متعهد بر توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان نبودیم، با این وجود در حدود 6100 زندانی گروه طالبان رها میشه. قبل از آقای محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان گفت که ما در امتداد لویه جرگه مشورتی سال 6100 زندانی را رها کردیم. حداقل از طرف مردم افغانستان و حکومت افغانستان حسن نیت باشه. بهای فرسایش جنگ فعلی را فکر میکنین معلولش چی است؟ ببینید در این میدان جنگ و صلح فعلی، حالا ما گذشتهاش به کنار بگذاریم، حد قلم دوره اخیری که مربوط به مذاکرات دوها و مسئولیت جناب خلیلزاد می شود، وقت قضیه است که در این دو طرف پله ترازو که عبارت یک طرف طالباست و یک طرف دولت افغانستان، با کمال احترام به تمامی شخصیت ها این باید اذعان کنیم که حضرات بزرگوار ما بزرگترین خیانت در تاریخ افغانستان کردند. منظورتان؟ ببینید یک طرف یک گروه تروریستی گمنام طالبا که دارای مشروعیت داخلی نیست، دارای اعتبار بین المللی نبود، ولی متاسفانه اینا آمدن اونا رو به اوج اعلا رساندن. یک طرف قضیه، تمامی پیش شرط هایی را که به نفع طالبا به نفع مخالفون بود اینا قبول کردن. ببینید ما در قاموس سیاست یک چیزی داریم به نام مصالح اولیای وطن. خب مصالح اولیای وطن در مو شرایط کسی که الف بای سیاست هم خوانده بود این را میفهمید که در این سناریوی صلح که جناب خلیلزاد نمایندگی میکنه، منافع شخص ترامپ، منافع شخص خلیلزاد، اهداف بلند مدت کوتاه مدت آمریکا مطمع نظر است. دولت افغانستان هیچ نوع تعهدی در قسمت نباید داشته باشه، ولی متاسفانه دولت مردای ما نه به خاطر نفهمی و نادانی، بلکه به خاطر تمورزی های سیاسی و حتی به خاطر ملحوظات قومی و ده ها فاکتور دیگه ای که از جمله منافع قدرتشون تامین شوه و در آینده بتونه با دولت آمریکا به عنوان یک حامی تعامل نیک سازنده داشته باشه، آمدن تمامی منافع مردم افغانستان رو قربانی کردن و حتی از لویه جرگه که یک انعنه کاملا ملی سوء استفاده کردن. به خاطر اینکه در لویه جرگه نیامدن به مردم بگن شما چی میخواین، در لویه جرگه آمدن بگوین به خورد مردم دادن که شما اینمی صلح منوط بیست که شما همین مسئله آزادی زندانی ها را قبول کنید. خب مردمی که از کوچه و اطراف آمده، ببینید وقتی که مردم آمدن شخصی را به نام رئیس جمهور انتخاب کرده که در این سبد معاون اول معاون دوم یک دولت است، همین قدر درک نمیکنه که در یک توافقنامه که یک طرف خلیلزاد و آمریکا است، یک طرف طالب است، ما در کجای قضیه زی دخل هستیم؟ خب اینا رو میخوام بگم، یک میخوام کوتاه بگم، اگر ما بخوایم در این قسمت جمع بندی بکنیم، اینمی کل مسئولیت قتل و قتال و کشتار به دوش رهبرای ماست، به خاطر که این 5000 نفر انسان افغانستانی که در این مرحله به کشته شد، چی از مسافر، چی از متعلم، چی از دانشجو، چی عالم دین، حتی ژورنالیست، اینا کلش خونش به گردن این حضرات است، به خاطر که اینا واقعا دچار حماقت سیاسی شدن. اینا با خاک پاشیدن به چشم مردم وارد یک معامله شدن که حتی عبدالرحمن در دوره دوران نکرد. بله آقای احمدی، یک بحثی که همواره مطمئن نظر بوده و مردم هر از گاهی به اون میپرداختن این بود که پروسه صلح افغانستان از آغاز تا اینجای کار در چند بره یک حلقه مشخص، حلقه طالب، آمریکا و پاکستان بود و اصلا حکومت افغانستان در مذاکرات صلح دوحه قطر دور زده شد. حالا آقای دانش به نحو معنای زمینی صحبتایشی است که توافقنامه صلح آمریکا و توافقنامه فعلی مذاکرات دوحه قطر لغو شود، فکر میکنین با لغو مذاکرات دوحه قطر و قیمتی که حکومت افغانستان در قبال رهای زندانیان پرداخت، صلح
کدام مسیر را اختیار خواهد کرد؟ من فکر می‌کنم که یک سلسله حرکت‌های متناقض پارادوکسیکال حتی در درون نظام وجود داره و همه باعث این شده که برنده دولت بازنده دولت افغانستان باشه و برنده طالبا و حتی همه حالا همه حضرات متاسفانه از رئیس جمهور تا معاونین و قنجه شرمساری است که اینا نمیتوانند هم نظر باشند هم دل باشند. خب چطور به فرمان کی همین 5000 زندانی طالب رها شد؟ پس مسئول وضعیت فعلی همینا رو یقین دارم. ببینید اینکه ما مسئولیت خود نپذیریم در قبال اعمال و رفتار خود مسئولیت بعدی رو به گردن نگیریم به نظر من این حماقت است. ببینید عملا 5000 زندانی طالب از آفتاب و روشن است که آمدن در خط مقدم جنگ و طالبا هم به تمام معنا مشروعیت پیدا کردن و همه حالا طالبا در اطراف چهار دروازه کابل حضور دارند. خب این همین وضعیت کی به وجود آورد؟ 5000 زندانی طالب که هر کدامشون پرونده از قتل و جنایت داشتن. اینا او یک طرف قضیه. حالا حضرات میخواین بگن که ما در چون در مذاکرات دوحه نبودیم سردی تجدید نظر شوه. گپ جناب دانش است که جو بایدن آمده در این میدان طالبان ما را فریب دادن. کسی که ببین فریب میخوره در میدان سیاست او احمق است. او لیاقت زعامت نداره، او لیاقت مدیریت کشور نداره. چطور میتوانید یک دولت با این همه کشفش، با این همه دعایه و مدعا، با این همه دونری که در دنیا دارید شما میروید پای یک مذاکره ای که هیچ شما حضور ندارین و قیمت خون مردم افغانستان ده ها پیش شرط طالب کاش تنها 5000 زندانی طالب بود. چندین پیش شرط طالبان را حضرات اوزمون با کمال افتخار امضا کردند. وقتی طالبان دیدن که اینا یک مجموعه آدمای احمق، کودن، ابله و فوق العاده قدرت تمام پر قدرت است برای اساس اینا را دور زدن. حالا حضرات آمدن بعد از این همه قتل و قتال ما در این بازی چون نبودیم بنابر رفع مسئولیت کردن این کار غلط است به نظر من. آقای عربزاده من حداقل دیروز همراه والی ولایت فاریاب گفتگو داشتم، اونا گفتن که 90% جنگ را در فاریاب طالبای رها شده از زندان به پیش میبرند. آقای محب گفت در صحبت چند روز قبلش گفت که 580 طالب رها شده در میادین جنگی کشته شدند. وزارت داخله همچنان دیروز گزارش داد. آقای امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور گفته که حمله بر دانشگاه کابل کار طالبان داعشی بودند و اثر انگشت هایشان انفجار دادند که فهمیده نشد. پس به این منظور که بایومتریک شدن، شما هم به می باور هستین که حکومت در اینجا اشتباه سیاسی را مرتکب شد؟ ببینه ما اصلا اراده و صلح نیست و ذهنیت صلح در افغانستان در داخل افغانستان نیست. مشخصا حکومت منظورتان است؟ چی میگم؟ من برای چی میگم؟ هر کسی که هست چی رهبر سیاسی است چی در قدرت است یا صلح را به نفع خود تعریف میکنه. اگر من وکیل هستم میگم من باید وکیل باشم دیگه، اگر هر چی باشه صلح. پس صلح قربانی متامع شخصی و فردی شده. چی میگم؟ ما ببینیم جنگ رای حل نیست و افغان ها تا چی وقت قربانی بده؟ موضوعی که از هر من شمس از حد اقل مردم. ببینیم ما باید اراده مردم احترام باید گذاشته شود، احترام باید شود. اما کدام مردم آقای عربزاده؟ امی ولسی که روزانه تلفات میتن در گروگان یک چند نفری که است. این مردم صدایشان در کجا؟ صدای مردم خفه است. بله نماینده مردم در مذاکرات کی است؟ نماینده مردم اون چند نفرهایی که از این گرفتن به خوش کسایی که روان کردم گفت پس مردم هم حلقه مفقوده است حداقل. ببینید ما اصلا هدف مییس قریشی صاحب که کسایی میگه مثلا دانش صاحب دین روز یا پری روز میگه که ما از این توافقات طالب و خلیلزاد ما خبر نداریم. شما باور داشته باشید که هر درباره افغانستان هر فیصله میشد این جمعه ما در او زمان ریاست اجرایه بود و ریاست جمهوری بود میامد با یک دفعه شما شاهد هسته شما برای ببینی یک دفعه میامد اول پیش اشرف غنی باز میرفت پیش دکتر عبدالله. اما آقای عربزاده توافقنامه‌ای که بین آمریکا و گروه طالبان قرار گرفت حتی نسخه از او به شخص رئیس جمهور داده نشد. ببینه ببینه نسخه‌اش داده شده پس گرفته شد. به اینا شریک میشد.
این کاملا حال هر کسی میه به خاطر بقای قدرت خود ما و دیگه ولا سبایت قربانی نکنیم. روزی که عمو روز دشمن اصلی امریکا طالب بود، روز دید که دیگه جنگ رای حل نیست، مجبور شد توافق کرد برکاتش. آنی ما خود افغانا هیچ تجربه نمی کنیم که 40 سال جنگ است و این جنگ باید چطور ما ختم کنیم از افغانستان. یک مثل است میگه 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج طفلی هنوزم در سرت است. ببینیم ما چطور مهرهای حل پیدا کنیم. اما آقای تهمت نزنیم بالای نی هیچ کس نزنیم. شما به این باور هستین که صلح افغانستان فعلا در چنبره منافع فردی و گروهی است؟ مثال زدین که یک وکیل صلح را میخواه که وکالتش حفظ شود. پس اگر فرض بر این بگیره وزیر همچنان صلح را بپذیره که خودش باقی بمانه و طالبان را نفی بکنه، پس راه حل کجا است؟ شما راه حل می است که باید ما به قربانی تیار شویم و هر دو طرف بتلمه امو قد قطر که حال ششتن این گپای تشریفاتی رو اوسو بکنیم. ما در 40 سال تشریفات کرده رئیستیم، مگر این هیچ به کامیابی یا به یک نتیجه نرسیدیم. حال ما باید یک کاری بکنیم که اون طرف طالب هم است، این طرف حکومت هم است و هر کسی خیلی به بحث های خیلی گپا یاد داره، باید ما عمل بکنیم. بله، در عمل ثابت بکنیم. قبل از اینکه با وقفه بریم، پس صلح که قرار باشه چی میگم امین جمعی تکمیل شد، قیمت کنار رفتن حکومت فعلی این حکومت میپذیره؟ ببینید ما به خاطر اینه ما خود طرف هم بتلبیم بشینیم در یک میز و این طرف هم هدف ما این نیست که از نظام این نظام ختم شود. نه، ما باید رای حل پیدا کنیم و کل جناها بیایم به یک رای حل پیدا کنیم و به یک توافقی برسیم که ما بعد از این همی بنبست ختم بکنیم. به این نمیشه که من اینجا در رسالت جمهوری ششتم و شعار داده برم و او طرف مثلا در پاکستان ششته باشه و شعار داده بره، که ما میبینیم هم ملا برادر میگه ما صلح میخواییم، این طرف هم اشرف غنی و عبدالله و موهب و صالح و سرور فضلی. بله، بسیار سپاس. ببین به این رقم صلح نمیآید و ما قربانی زی جنگ روزانه هستیم و میباشیم. سپاس گزار آقای عربزاده. رفت و برگشته کوتاهی میگیریم دوباره. باز هم خوش آمدین آقای حفیظ. با برنده شدن آقای جو بایدن، گروه طالبان در یک اعلامیه از دولت آینده آمریکا خواسته که به توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان اینا وقت بگذارند، در امتداد این توافقنامه صحبت بکنند و کلید حل معمای منازعه آمریکا در افغانستان عنوان کردند. از سوی دیگر اشاره های تلویحی صورت میگیره که مذاکرات میان افغانان باید لغو شود. به باور شما با لغو مذاکرات میان افغانان، اگر بگونی فرضی مورد را مطرح بکنم، چه سودی عملا در میادین جنگ و پروسه صلح افغانستان کسب خواهد شد؟ یک نگاهی به گذشته صلح، اگر مذاکرات صلح و پروژه صلح داشته باشیم که الان پروژه های خلیلزاد است، از دوران یک شورای صلح یا یک شورا تحت نظر حضرت صبغت الله مجددی مرحوم بود، امو وقتم یک پروژه بود، فن گرفته می شد، مصرف می شد، صلح نامد. بعد از استاد شهید ربانی آمد، بعد اون وقت متوجه شدم هر شب نشان می داد 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر به پروسه صلح پیوست، تفنگای خود به زمین ماند. من متوجه شدم که خو هر شب که اگر اینقدر طالب بپیونده دیگه طالب وجود نداره. این رو تدبر شدم و گشتم پالیدم. یک کس بر من گفت و کسایی که اینجا کم ذرا آشنایی و آگاهی داشت، گفت از روزی که این پروژه شروع شده نزدیک به تمام مردم افغانستان به پروژه به می پروسه صلح پیوسته. بعد از اون جناب آقای استاد خلیلی بود، کم زیاد نتیجه نداشت و آلی هم که جناب آقای دکتر صاحب عبدالله ایر مدیریت میکنه و آقای خلیلزاد یک پروژه ای را که از ایالات متحده آمریکا گرفته و خودش هم نماینده ایالات متحده آمریکاست،
میخوایم اون پروژه همون مصارف خود خلاص بکنه و شاید خلاص شده باشه و دقصه افغانستان هم نیست، منافع شخصی خود است ترامپ و ایره با همو منافع کلان امریکای قسم گری زده. وای که شما اشاره میکنین که یک پروژه است، حالا آیا حکومت فعلی هم برای مورد اشراف داره که پروژه است؟ خب حکومت به یک نحوی خواسته که اینمی صدای که از صلح بلند شده و امروز آقای خلیل‌زاده رهبری میکنه این صدا به زمین نمانه به خاطر از اینکه ملامت روزگار نشه. اما آقای اگر شما متوجه باشین، اگر شما متوجه باشین که پروسه صلح نباشه، امی مطبوعات قیمت پرداختن 6000 طالب را خب رها کردن، متاسفانه که ایره گوش شما گوش کنید، ایره این طرف مطبوعات است، حقوق بشر است، صدای مردم است، صفات مجازی است، همه مردم از دولت یک چیز را میخواهند. اما چرا دولت افغانستان کام فروپاشی؟ خب دولت افغانستان و کسایی که آمده در رأس نظام قرار گرفته اینا به نحوی میخواهند خب خواستای مردم را مد نظر بگیره. یاد شما باشه در روزایی که دولت افغانستان یک 10-15 روز به خاطر همین 500 و چند نفر زندانی کارش به تی پیش میرفت، تمام مطبوعات افغانستان مد چندین تلویزیون رفتم صدایش بلند بود که چرا ای به تعویق افتیده، سوالش همی بود که چرا به تعویق افتیده، دولت افغانستان سنگ اندازی میکنه در مقابل صلح. بنان از او روز این گروه تبهکار در اینجا دخالت داشته ای باعث شده مردم این پرسش را میکنه اگر حکومت افغانستان در برابر پروسه صلح افغانستان حداقل حسن نیت نشان میده، حسن نیت سنجشگرایانه نشان بده، در صورت آقای صالح عنوان میکنه که افرادی که در دانشگاه کابل حمله کردن، نصر انگشتایشون از بین بردن، بایومتریک بودن، با چه ضمانت رها شدن که دوباره به صفو برگشتن؟ امی ضمانت را که امروز او از دید ما او روزم درست نبوده متوافقنامه خلیلزاد با طالبا، اما چرا حکومت و امروزم درست نیست، در او توافقنامه آمده که کسایی که از زندان رها میشه دوباره به خط جنگ بر نگرده که برگشتن. خب این توافق کی شکستانده؟ ایر طالب شکستانده، اما توافقی که خود طالب امروز تأکیدی میکنه که امریکا باید او توافق را آقای جو بایدن ایره لحاظ بکنه، اما رو کی شکستانده؟ در زمان آقای صالح گفت که خب فسخ مذاکرات میان افغانان یک سیلی بزرگ بر روی مجامع ملی و بین المللی از کسایی که پادرمیانی کردن و خواستار رهایی شدن، حال حکومت حداقل از کدام مرجع بپرسه که طالب در اینجا خب خلاف اصول و نرم ها عدول خلاف کرده. اصول کلگی میفهمده او و اوراق آمده که طالب چی کار را بکنه، دولت افغانستان گیرم امور دولت افغانستان قبول نکنه، امروز رد کنه یا او روز رد میکرد، حداقل طالب اون عموم توافقنامه را پذیرفته بود نه؟ طالب که توافقنامه ای را که با امریکا امضا کرده او را خودش پذیرفته بود. خب 5000 زندانی طالب اعلام شد، 5000 چند صد زندانی اعلام شد، پس اینا به جنگ آمد. خب کاهش خشونت اینا گفته بود، کاهش خشونت نه که بیشتر شد، پس با چونین گروه تبهکار که آقای کرزایی را روش داد از او دوران از چند نفر تبهکاری که زیر چتر مافیای مواد مخدر و استخبارات ایران و پاکستان اینا فعالیت میکرد امروز به جای رسده که اینا امارت اسلامی دوا داره. آیا باز هم دولت از خودگذری نشان بده؟ خودگذری به می هست. معلولش کی بود حداقل از دید شما؟ معلولش اونم گروه تبهکاری هست که به استخبارات بیگانه به اینجا رسیده و این بار و این بار آقای خلیلزاد روش داد. یک سوال کلان که مطرح میشه، خبیران سیاسی به این باور هستند که زندانیان گروه طالبا برگ برنده حکومت بود که باید در برابر آتش بس سراسری و دائمی در افغانستان از این برگ استفاده میشد. شما گفتین پروژه است، در صورت حکومت اشراف داره و میفهمه که یک پروژه است، چرا تن بده و حالی که تن داده کسایی که ضمانت شده بودن بالاخره از یقهشان حکومت میگیره، کیا مسئول هستند؟ خب پاسخگوی بزرگترین قدرت دنیا، بزرگترین قدرت دنیا که امریکاست، با یک گروه تبهکار نمایندهش رفت توافق کرد. آل اونمو طالب که با اونمو بزرگترین قدرت دنیا آمده توافق کرده، کی توافق شکستانده؟ امریکا، افغانستان، دولت افغانستان. دولت افغانستان با امریکایی ها توافقی داره، دو تا توافق نامه داره، یکی پیمان استراتژیک و دیگه پیمان امنیتی که آقای رئیس جمهور غنی در سخنرانی چند روز پیش خود که در جلسه
پیمان امنیتی جلسه شانگهای داشت و در یک جای دیگه هم ایره تأکید کردن که ما مطابق پیمان امنیتی و پیمان استراتژیک با امریکایی همکاری داره. دولت افغانستان و مردم افغانستان، ای از دوران آقای رئیس جمهور غنی هم نیست، در لوی جرگه پیمان امنیتی مردم افغانستان تأیید کردن که ما پیمان امنیتی را با امریکا امضا میکنیم. ما اونو پیمان داریم با امریکایی ها. در دو پیمان نامده که آقای خلیلزاد بیا از طالبا حمایت. اما چرا مجال داد حکومت؟ بنان گفتم که پارسال اینمی وضعیت انتخابات یک قسم پیش آمد، دولت ضعیف شد و از اینجا یک تعداد مردم استفاده کرد و طالبا از این خوب فرصت پیدا کرد و بدست آورد. بله. چیز را که مهم است ما باید ایره خوب بفهمیم که و مردم هم باید ایره بفهمه که اینمی توافقنامه ای را که چند ماه پیش طالب با امریکا امضا کرده، اونو متوافقنامه را طالب شکستانده. اونو متوافقنامه را ایر ما همیشه مطبعات چیه سخنگوی طالبان نشوه. ما روز به روز دولت خوده، اینمی دولت بد یا خوب؟ اینمی را ضعیف نسازیم. بسیار خوب. ما در زیر چتر اینمی دولت هستیم. بسیار. من عنایت حفیظ که من نه سلاح دارم، نه قدرت دارم، نه زور دارم، اما صدای خود کشته میتونم. بسیار خوب. آقای احمدی، توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان به کرات نقض شده. شما شاهد هستین که بر شهرهای بزرگ وضعیت حداقل ولایت جنوبی را شما شاهد هستین، وضعیت هلمند را شاهد هستین، به شدت ماین‌های مغناطیسی در افغانستان، ترورهای هدفمند در پایتخت جان مردم افغانستان را می‌گیره. آقای غنی در کنفرانس شانگهای اشاره کرده که افغانستان در آستانه موج پنجم تروریسم قرار دارد و برای کشورهای منطقه صدا زده که با افغانستان همراه باشد. واکنش حداقل آمریکا در قبال نقض توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان فکر میکنین تا اینجای کار بایسته بود چیگونه میبود؟ ببینید، اگر ما مسئله جنگ صلح در افغانستان از چند زاویه ببینیم، درش جای شک وجود نداره که بیشترین باخت متوجه مردم افغانستان است و بیشترین فریب یا نیرنگ او کسی که متضرر شده دولت افغانستان است که امو اندک محبوبیت و مشروعیت خود هم عملا از دیدگاه مردم از دست داده و بیشترین منافع را پاکستان، طالبا و حتی حامیان بیرونی تروریسم کمایی کرده. این حالا میایم سر مسئله آمریکا. آمریکا فعلا در یک شرایط بسیار دشوار قرار گرفته. من مطمئن هستم که بخشی از کلید جنگ صلح افغانستان به دست آمریکاییاست و ای که با روی کار آمدن جو بایدن یک مقدار وضعیت تغییر کنه، تجدید نظر شوه، امیدواری به این وجود داره که در افغانستان ما باز هم شاهد حرکت های مثبت در راستای استقرار صلح باشیم. ولی فعلا اون وضعیت هم یک وضعیت بسیار دشواره. ما بعید میدونم که به این آسانی ها به خاطر که جنجال های آمریکا فوق العاده پیچیده‌تر از اون چیزی است که اونا برای افغانستان به حق قائل شوه. تاثیر پاکستان جای خود داره. اینا رو برمیگردیم پس دوباره به سر یک طرف از طالبان که طبیعتاً از هر وضعیت و شرایط خصوصا از ضعف و از همپاشیدگی دولت، از بی‌ارادگی در بین سیاسیون دولت و از نبود یک اجماع سیاسی در درون به نفع خود استفاده میکنه. یک طرف قضیه هم دولت افغانستان است. دولت افغانستان با این مدیریت که عملا فعلا در روند صلح نشان داده، ما باورمندی و دارم که روز به روز از این کردم شرایط بدتر شده و بدتر خود شد. دیدگاه آقای حفیظ چونین نیست، طور دیگر از گفتن که برخی سیاسیون که در مسکو شرکت کردن طالبان را استیج دادن و عملا پروسه صلح را پروژه عنوان کردن. ببینید، در اینکه صلح پروژه است، البته در مقاطعی کلش نه، به خاطر اینکه صلح یک نیاز افغانستان است و این دعای قرآن ما، دعای دین ما و خاص مردم افغانستان است که صلح خیر. ولی از اون طرف قضیه هم در این جای شک وجود نداره که اگر ما جنگ و صلح را یک بخش به عنوان یک واقعیت قضیه، به عنوان یک رویداد، به عنوان یک دستور تلقی بکنیم، یک کلیدش به دست دولت افغانستان است. اینا یک سیاسیون چی میکنه؟ رجالای سیاسی ما به خاطر که ضعف در دولت وجود داره و در تامین در پرتو دولت نمیتونه احساس تامین امنیت کنه، آینده خود در خطر میبینه، طبیعتا اونا هم کوشش میکنه با آدرس طالبان مراجعه کنه به خاطر اعتبار آینده خود. ولی ملامت اصلی من میخوام هر ما تمام مون با کمال معذرت. ببینید، وقتی ما شما قرارداد سیاسی
قرارداد به نام دولت، او چیزی را که مونتسکیو میگه، او چیزی را که رجالای سیاسی تعبیر میکنه، سیاسیون، چیزی به نام دولت متوجه بزرگترین مسئولیت های اجتماعی است. مسئولیت جنگ، صلح، امنیت، کار، رفات و ده ها قضیه دیگه. این حالا ما آمدیم دولت انتخاب کردیم، طبیعتا این دولت است که باید کلید جنگ و صلح به دست داشته باشه. آقای احمدی، شما از کلید اشاره کردین. آقای عبدالله به دنبال کلید به ازبکستان رفت و در داخل افغانستان انتباه این است که گویا گل گلزار است وضعیت. پس چرا این کلید گم شده در داخل افغانستان پیدا نمیشه؟ ببین، با کمال شرمساری، این واقعا جای تاثیر داره، جای تاسف داره، و ما هم در حضور مطبوعات واقعا برای ما شرم است که بگوییم حیف است، شرم است به سیاسیون ما. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینا کلید جنگ سول افغانستان در جایی که هست دنبال نمیکنن. اینا با آدرس های میروند به خاطر اینکه جیب خرج خود بگیرن. حتی مو چیزی را که پیشتر جناب حفیظ گفت، رجاله های سیاسی ما پیش از اینکه دولت با آدرس طلبا چراغ سور نشون بدن، اینا خیز کردن رفتن. در تحت زعامت جناب کرزی صاحب تمامی جهادیون ما، رهبرای سیاسی ما، همونایی که دعایای بسیار بزرگ دارن، متاسفانه خیز کردن رفتن، به چراغ سبز نشان دادن به طالبا به خاطر تامین آینده خود. و از دو طرف قضیه متاسفانه به خاطر که بین دولت و رجال های سیاسی ما و بین ملت و مردم افغانستان فوق العاده شکاف وجود داره، طالبان متوجه نقاط ضعف است، بر می اساس اونها از این فرصت استفاده لازم بردن و از پاشنه آشیل استفاده صورت گرفت. یقینا طالبان از این فرصت استفاده لازم کردن. بسیار سپاسگزار. رفت و برگشت کوتاه می گیریم. دوباره بعد باز هم خوش آمدین. آقای عربزاده، آقای حفیظ به بس پرداخت اینکه صلح افغانستان به عنوان پروژه است و آقای خلیلزاد داره به پیش میره. نگاه های امروز افغانستان و جهان به آمریکا است، اینکه آقای جو بایدن چگونه پالیسی و استراتژی در سیاست خارجیش اتخاذ خواهد کرد. فکر میکنین با سکانگیری رهبری آمریکا توسط آقای جو بایدن، نگاه شخص آقای جو بایدن با توجه به توضیحاتی که قبلا در باب افغانستان بود چگونه است و آیا آقای خلیلزاد در سمتش باقی خواهد ماند؟ ببینه، اول پلان استراتژی آمریکا فردی نیست. شاید جو بایدن اگر بیاید شیویش تغییر کنه. خب من یک چیز میگم که ترامپ تقریبا 3 سال در این کار زحمت کشیده بود و این از یاد نبره که در افغانستان صلح آمدنی است. یکی یک سال، 2 سال دنیا سر زیال به توافق رسیده که باید در افغانستان صلح بیا. و حال تمام خود که به خاطر منافع شخصیش یا دشمنی یا این نمیخواه که مردمی صلح به یک نتیجه برسه. ببینیم ما در 40 سال کسایی که زمین بودن و خود رهبر افغانستان حساب میکردن، آیا کدام از این خیانت نکردن؟ و یک روزش خواهد آمد که حساب بته و کسی نمیتونه برات بته خدا. هیچ کس نمیتونه و هر کس اگر میگه که من برات دارم، بسم الله تلویزیون شما ایما و از هر کدام کشه که از کجا آمده و کجا اکمارش میکرد و چه قو ولس افغانستان شهید کرده، به حساب به کلی ولس افغانستان معلوم است. و شما باورمند هستین که روند کنونی یک پروژه است؟ نه، اینه بریم چی میگیره. امریکایا در وقتی که در 2001 آمد، به چی وحشت و دهشتی که آمده، این بر مردم یا با ولس افغانستان معلوم است که یا به چه رقم آمده. و حالی که یا دیدن دیگه جنگ رای حل نیست، و ترامپ شما دیدی گفتایش دیدی که گفت که ما باید 10 میلیون انسان در افغانستان بکشم بعد از اون مبرد جنگ باشم، و حتی گفت که هاروارد تروریستان از افغانستان، جنگشان را مضحک عنوان میکنن. چی میگه؟ مگر ما شلستیم میگیم نه، برنده جنگ هستیم، ما میبریم جنگ ها. علا کرزای آورد، علا غنی آورد، علا اتمر آورد. او برادر تو برو روزانه در این پانتون کابل و در هر ولایتی که کشته میشه، یک اقوام کشته نمیشه. پشتون هم کشته میشه، از آرام کشته میشه، از تاجیک هم کشته میشه، ازبک هم کشته میشه. شما ببینی امی
چند روز پیش امی ما سیاوشه یکیش هزاره بود، یکیش پشتون بود، یکیش تاجیک بود. کشته خوب کلگی ما میشه. پس چرا یک صف نمیشه؟ ما چی میگم؟ حداقل رجال سیاسی در ببینید. افغانستان. ما اینجا سه نفر در بحث ششتیم یک نظر نیستیم. هر کدام کی از خود بحث داره. و هر کدام کی یکی را قاتل یا دیگر برات میده. نی. ما ببینیم. بمباردیر دیده شما در قندوز دیده، در جوزجان دیده، در مزار دیده، در هر ولایت ما شما میبینیم ازار دو طرف. ما چی میگم؟ جوانایی که در اردوی ما شهید میشه، این مادر پدر داره که یا پدرش دقان است یا غریبکار است یا کراچیوان است. پس مسئول خونشان ما چی میگم؟ چی میگم؟ مسئول خونشان کی است؟ مسئول خونشان همین کسایی که دو طرف از اون طرف دا پاک پشاور و کویته ششته و یک چیز تعدادش دا قطر شده. این طرفش که در ارگ و دا دیوالای زیره و دا موترای کوریزین زیره بگرده. بسیار خوب. ما دا یک چه قوق میشه؟ ما میگیم باید صلح شوه در افغانستان. بله. و جز صلح ما دیگه گزینه ای نداریم. بله. اگر ما از این طرف رو تروریست بگویم، از اون طرف ما رو غلام بگویم، میرسیم به کدام نتیجه؟ بسیار. دا یک چند سال نرسیدیم و بعد از این هم نخواد رسیدیم. بسیار. و ما اینجا گرم دهی از استودیوی شما گپ میزنیم، کسایی که واقعا میخواه باز برای در میدان جنگ یک در روز در جنگ باشه که زور جنگ برشان معلوم شد. بسیار زیاد تشکر آقای حفیظ. در جنبندی قرار داریم کمتر از یک دقیقه اگر شما بپردازید، آیا در امتداد در صورت پیروزی آقای جو بایدن در امتداد پالیسی صلح آمریکا در افغانستان گام خواهد گذاشت؟ بسیار کوتاه بفرمایید. خب این روند ادامه پیدا میکنه، اما خب دولت افغانستان و مردم افغانستان قربانی های خود تا حال داده. ایالات متحده آمریکا و دولت افغانستان سر گروه تبهکار به نام طالب فشار بیاره که تا اونا از امارت و از جهالت و از بربریت دست برداره و صلح شود. صلح کلگی میخواید، اما صلح را که طالب بیاید باز خانما را در زیر چادری و در زندان ها پرته صدای تخفه بکنه. بله. او چیز را مردم نمیخواید. طالب از روی خود تیر شود، بیاید در کنار مردم افغانستان استاد شود. سه سال چند ماه بعد انتخابات است، بیاید اگر واقعا او بر انتخابات و بر مردم افغانستان میه، ملا برادر میه، دیگه هر کس که میه استاد شوه برش رای بده. آقای احمدی در حد کمتر از یک دقیقه اگر جنبندی شما رو داشته باشم. آقای حفیظ بایی باور هستند که از استراتژی فشار کار بگیره، آیا میتونه کارا باشه؟ من فکر میکنم درست است که ما باید منتظر باشیم که جو بایدن آیا باز هم همون سیاست ترامپ امتداد میده یا تجدید نظر میکنه، یک بخش قضیه. ولی من سر از این نکته کاملا باورمند هستم که باز هم بخش عمده کلید جنگ صلح افغانستان برمیگرده به دولت افغانستان. ما امیدوار هستیم که دولت افغانستان مثل گذشته دچار خبط سیاسی نشه، دچار فریب و نیرنگ نشه و عملا به خاطر تامین مسائل اولیای افغانستان، به خاطر آوردن صلح در افغانستان ابتکار عمل به دست بگیره، نه اینکه به دستور پاکستان، ایران، شخص خلیلزاد اینو آن تمام منافع افغانستان قربانی کنه. اگر یک تغییر در وضعیت دولت به وجود بیاید، من یقین دارم که کلید جنگ صلح افغانستان به دست خود افغان‌هاست و افغان‌ها میتونن سرنوشت آینده خود را رقم بزنن. بسیار خوب آقای عربزاده، بسیار کوتاه اگر بفرمایید کلید به دست کیست؟ کلید به دست خود افغان‌هاست، به خاطر که ما اگر واقعا مسلمان باشیم، افغان باشیم، بالای وطن و ملت خود دل بدردانیم و از منافع شخصی خود بگذریم و بریم به خواست وطن و ملت خود و ملت ما صلح میخواه. ببینید امی سه سکتور امنیتی ما که وزیر دفاع و وزیر داخله و وزیر رئیس امنیت ما اما قطکله مردم هستند که چی برتان بگویم؟ مگر مهار کردن این جنگ ناممکن است؟ نمیتانه، نمیشه و ما باید که یگانه رای داریم که صلح شود. جز صلح دیگه گزینه نداره. آقای عنایت الله حفیظ جناب، آقای علی احمد احمدی، آقای پرویز عربزاده، بسیار سپاسگزار از حضورتان به برنامه. به این ترتیب میرسیم به پایان برنامه تا فرصت دیگر.